با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب دوشنبه نهم آذر ماه ایرانی را میگشاییم با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک در آغاز این دفتر مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب اوجگیری جدال های پیشا انتخاباتی با ضرب و جهر در تجمعات گروه های منتقد دولت در ایران از زندان تا خیابان های یاسوج بحران پناهجویی اروپا با توافق ترکیه و این قاره پناهجو پذیر سوری باستاب دیدار فرستاده علی خامنه ای با بشار اسد رئیس جمهور خودکامه سوریه همچنین انتشار نامه این نو از آیت الله علی خامنه ای به جوانان مغرب زمین شوک در بازار ارز ایران با موجی از واکنش ها به جهش های قیمت دلار آمریکا در ایران و بالاخره کماکان ماجره های بابک زنجانی با ورق خوردن پرونده های قطور فسادهای های سازمان یافته این بسیجی اقتصادی عهد احمدی نژاد سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه نهم آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک با مروری کوتاه بر چند رویداد کوتاه و برگزیده برنامه را دنبال می کنیم. بروز تشنج موسمی در نشست سیاسی اجتماعی گروهی از فعالین سیاسی موسوم به اصلاح در ایران این بار با چاقو و زنجیر در یاسوج وارد فاز تازه ای از مجموعه نزاه های سیاسی در ساختار سیاست ایران شد سخنرانی آذر منصوری عضو حزب اتحاد ملت در دانشگاه آزاد یاسوج پس از درگیری فیزیکی تعدادی از نیروهای اصولگرا با او لغو شده و گزارش شده که پس از لغو سخنرانی این چهره اصلاح طلب نیز خانمی با چاقو به او حمله کرده است به گزارش خبرگزاری ها و همینطور روزنامه های امروز سخنرانی آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و معاون سیاسی سابق دبیر کل حزب جبهه مشارکت در دانشگاه آزادی یاسوچ که قرار بود صبح روز یکشنبه برگزار بشه پس از برخورد فیزیکی با خانم منصوری در واقع در سالن سخنرانی نیمه کار رها شد در همین حال عارف یزدانی دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد یاسوج گفت که پس از ورود خانم منصوری به سالن سخنرانی تعدادی از اصولگرایان به او حمله کردند که خانم منصوری سالن رو ترک کرده است ایشان تاکید کرد که این افراد یعنی حامیان ولایت در واقع پس از انتقال خانم منصوری به یک اتاق تلاش داشتند در اتاق را بشکنند و هنگامی که او قصد سوار شدن بر ماشین را داشت نیز به او حمله کردند به گفته یه یزدانی در این حین خانومی با چاقو به خانم منصوری حمله کرد که یکی از دانشجویان خود را حائل کرده و با چاقو ضربه خورده است بر اساس گزارش های منتشره همچنین یکی از دانشجویان اصولگیرا با مشت به صورت یکی از دختران دانشجو زده و این دانشجوی دختر در بیمارستان بستره شده است بنابر گزارش ها یزدانی گفته که پیش از برگزاری این مراسم مسئول دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد یاسوج در تماس تلفنی با فرماندار این شهرستان از شنیده های خود در مورد احتمال برخورد فیزیکی با خانم منصوری خبر داده بود که به هر روی همه جا در این خوش، این خشونت ها ردی از دفتر نهاد رهبری ایران پیدا می شود و اما در این میان روزنامه های بیشماری موضوع نخست شماره امروز رو نیز به این ماجرا اختصاص داده بودن از جمله روزنامه شرق نزدیک به طیفی از میان روهای تحول ایرانی از دومین برخورد با نشست اصلاح طلبان یاد کرد که گویا به گونی از سریالی بودن و زنجیری بودن وقایه مشابه حکایت داشت و یا روزنامه قانون با تیتری تعن آمیز از نو و مدل برخورد خشونتگرایان و اصولگرایان در واقع با تیتر عبور از گوجه به چاقو راهی پیشخان نشریات شهر شد که اشاره داشت به شدت عمل برخورد تندرها علیه نیروهای تحول ایرانی قانون همچنین مطلب اصلی امروز رو به عنوان سمفونی بدون زنان بس که اشاره داشت به نواخته نشدن سرود ملی در ورزشگاه آزادی که صرفا به خاطر همراهی کردن صدای زنان در نظام فقها اجازه پخش سرود ملی رو هم نگرفت روزنامه ابتکار نیز مطلب اصلی رو به عنوان جنجال در یاسوج بسته بود در ادامه موج جدید اعمال فشار علیه نیروهای منتقد دولت خشم و خشونت و خصومت از خیابان به زندان کشیده شد تا جایی که تیغ کینه و خشم بر سیمای دو فعال سیاسی در بند هم کشیده شد داستان سه سعید که برخی از روزنامه ها و آن اشاره کردند که یکی سعید مرتضوی است با پرونده ای بیشمار قتل و فساد و دزدی که با حمایت های شخص ولی فقیه نظام حاشیه امن دارد و همینک نیز در سفرهای سیاحتی موسوم به زیارتی در عراق به سر میبرد و در سوی دیگر دیوار قصه دو سعید دیگر که از سوی اوباشان اجاره ای در زندان تیغ بر چهره شم کشیده شد به گزارش سایت کلمه سعید رضوی فقیه و سعید مدنی که مورد حمله قرار گرفتند و همراه برخی دیگر از همبندان خود با اعلام اعتصاب قضای نامحدود خواستار انتقال دو حمله کننده از سالن زندانیان سیاسی شدند سعید مدنی عضو شورای فعالان ملی مذهبی استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی است که در حال حاضر پنجمین سال حبس بدون مرخصی را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان پس از حوادث در واقع انتخابات سال 88 به دلیل سخنرانی در یک نشست در حمدان به اتهام جرائم سیاسی امنیتی از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تأثیری محکوم شد آقای رزوی فقی که در واقع مدتی از ایران خارج شده بود در اسفند سال 92 بعد از آمدن آقای روحانی به ایران بازگشت که به زندان منتقل شد بنابر گزارش پایگاه های خبری از جمله کلمه دوران محکومیت رضوی فقی به پایان رسیده و علا رغم پایان حکم به صورت بلا تکلیف در انتظار دادگاه سخنرانی سال 92 همدان خود در زندان رجای شهر به سر میبرد در آن سخنرانی نیز گویا به ساختار ولایت فقی نقدها و انتقاداتی داشت برق میزنم با سایر روزنامه ها روزنامه ایران ارگان دولت در یکی از یادداشت های اصلی شماره امروز خود با اشاره به موج جدید جدال های انتخاباتی و تشنجات سیاسی ای سی در ایران در یادداشتی به عنوان ضرورت برخورد قاطع با خود سرها به قلم غلامعلی جعفرزاده عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس با اشاره به برهم خوردن سخنرانی ها و تجمعات قانونی گروه های مختلف سیاسی معتقد بود که بدون شک اگر بی قانونی ها و قانون شکنی ها و اقدامات فراقانونی استمرار یابند علاوه بر تزریق خشونت به جامعه سبب زیر سوال رفتن سلامت و امنیت روانی جامعه می شوند این اقدامات به ویژه در آستانه انتخابات می تواند امنیت روانی انتخابات را به مخاطره بیاندازد و از اکنون یک فضای زور وحشت و ارعاب را به جامعه تسری دهد این نماینده مجلس گفت باید برای برخورد با این اتفاق و اعتراض به آن از مسیر قانون حرکت کنند اگر نه برخورد غیر قانونی با رویدادی که حتی با مجوز خلاف برگزار شده است حاصل جز قرار گرفتن در دور باطل نخواهد داشت ادامه میده هم با دیگر روزنامه ها روزنامه شرق در یادداشتی با اشاره به گسترش خشونت علیه زنان با عنوان خشونت نرم عامل زایش خشونت خشن به مراسم روز جهانی محو خشونت علیه زنان اشاره کرد و در تحلیلی نوشته بود که امروز خشونت علیه زنان به خشونت جنسی یا فیزیکی منحصر نمی شود گونه های دیگری از خشونت از جمله خشونت های کلامی و خشونت هایی که به ذهن و روان انسان آسیب می نیز افزوده شده است از منظر نویسنده ی روزنامه شرق این امر به توسعه مفهوم خشونت در فهم امروزین بشر باز میگردد حسن فرتوسی وکیل پایه دادگستری و نویسنده روزنامه شرق در یک نگاه آسیب شناسانه انواع خشونت ارتکابی رو معلول خشونت های جزئی تر دانست که معمولا به چشم نمی آید و اهمیت چندانی در زندگی روزمره با آنها نمی رهیم. پدیده خشونت گرچه با دو نوع مسئولیت متواوت اما همزمان تصویری از دو قربانی خشونت را ترسیم می کند به تعبیر دیگر نه تنها فرد آسیب دیده بلکه فرد خشونت ورز نیز قربانی خشونت است که گویا به طور بسیار حرفه‌ای و ای و به طور مستتر اشاره‌ای داشت به گروه های خشونت ورز و لایه‌های تندروی که در ایران نیز آنها رو در واقع خود اونها رو قربانیان خشونت در یک نظام خشونت آفرین برشمرد خبرها و نظرها همزمان با مروری بر روزنامه‌های امروز رو پی می‌گیریم در واقع دومین نامه ارسالی آیت الله علی خامنه ای به جوانان مغرب زمین مرتوجه جبری شاید عمده روزنامه های امروز واقع شد در واقع یادآور سلسله نامه های محمود احمدی نجادم هست علی خامنی در حالی از جوانان آمریکا و اروپا دعوت می کرد که از ذهنیت به زعم وی آلوده به تزویر غرب گذار و تغییر کنند که نزدیکترین همکاران و عناصر اصلی نظام جمهوری اسلامی در ایام رهبری خودش محصور و یا محبوس هستند و اظهارات متناقض و فقیهانش ایران را در واقع سالیانی است که در دائره از درد و رنج جمعی گرفتار آورده است برخورد روزنامه های مختلف با نامه خامنه ای به جوانان غربی در سه صورت مختلف منتشر شد روزنامه های دست راستی نزدیک به نهاد رهبری ایران همچون کیهان و یا وطن امروز و یا روزنامه رادیکال سیاست روز عمدتا مشی روحانی و معنوی برگزیدن و گزیده هایی از این نامه رو منتشر کردن روزنامه های اصلاح طلب همچون اعتماد، ابتکار، شهروند با مضمون تروریسم بسته شدند که گویا خامنه ای زایش تروریسم را به جهان غرب نسبت داد و در این میان البته روزنامه های نیز از تیتر کردن این فقیه گذشتن همچون روزنامه یا روزان که در حرکتی معنادار هاشمی رفسنجانی را جای وی در صفحه نخست نشاند و به نقل از این فقیه مقهور خامنه نوشت که مصالح نظام به هیاهوی تندروها گره نمی خورد ادامه می دهم ده با سایر مطالب برگزیده در روزنامه ها و منابع مختلف خبری امشب و اما سوریه در روزنامه های امروز ایران خبرهای همچون دیدار فرستاده ی علی خامنه ای یعنی علی اکبر ولایتی با بشار اسد با به گسترده ای داشت اما کشته شدن و تشعی جنازه بیش از ده ها تن از ایرانیان پاکستانی ها و افغانی های شیعه جان باخته در میادین نبرد سوریه در واقع هیچ جایی در روزنامه های امروز نداشت از جمله روزنامه ابتکار به نقل از علی اکبر ولایتی که او را مشاور مقام رهبری ایران در این متن یاد میکرد در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده داد که ایران با اقتدار در کنار سوریه ایستاده است همینطور روزنامه کیهان و بسته به نهاد رهبری ایران بشار اسد را صدر نشین صفحه یک نمود و به نقل از این خودکامه بخت برگشته خاور میانی اعلام کرد که بدون همراهی ایران شاهد این پیروزی ها نبودیم همه این ها در حالی است که بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر در منابع مختلف خبری مراسم خاک سپاری نه ایرانی کشته شده در سوریه در بخش جازموریان در جنوب استان کرمان همینطور قزوین و سه شهر در استان سیستان برگزار شده است در همین حال گزارش ها حاکی است که روز یکشنبه مراسم خاک سپاری هفت پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شدن برگزار شده بود این پاکستانی های مقیم ایران تحت عنوان گردان زینبیون به سوریه اعزام شده بودند به دنبال دور تازه ی حملات نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان در اطراف شهر حلب و همزمان با حملات هوایی روسیه گویا شماره تلفات نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه نیز افزایش یافته است که البته هم بشار اسد بایستی در واقع حق دارد که در دیدار با فرستاده علی خامنه ای ممنون و سپاسگزار باشد از تشکر از الطاف ویژه ولایت فقی ادامه برنامه با سایر مطالب برگزیده در برنامه شب دوشنبه شنبه نهم آزر ماه ایرانی ماجراهای برجامی با بروز اختلاف نظرهای وارد فاز تازه ای از ناسازگاری ها شده است اصر اقتصاد به نقل از ظریف یوکیا آمانو رئیس سازمان جهانی انرژی اتمی رو البته به طور غیر مستقیم به عدم حقیقتگویی متهم کرد و او را خطاب قرار میداد و مینوشت که اگر آمانو واقعیت را مطرح کند پرونده ای ایران بسته می شود. همچنین روزنامه روزان با اشاره به مرحله نخست اجرای برجام که به حساسیت منجر شده از خط و نشان تهران برای پنج به علاوه یک خبر داد که عباس عراقچی نیز تهدید کرده بود که مسائل مرتبط با گذشته بسته نشود برجام را اجرا نمی کنیم در همین راستا روزنامه جهان اقتصاد به نقل از شمخانی هشدار عراقچی را تکرار کرد و با لحنی هشداری و تهدیدآمیز گفت یا برجام یا پی ام دی ایشان گفت که با توجه به دستورات خامنه ای همه مسئولان در بر این باورند که همزمان نمیتوان هم خدا را و هم خورما را خواست یعنی هم برجام و هم نبستن پرونده PMD آقای آمانو سه روز پیش گویا گفته بود که گزارش نهایی خود را درباره موضوعات گذشته و حال برنامه اتمی ایران یا به تعبیر PMD در عرض یک هفته به شورای حکام آژانس ارائه می کند تا این شورا درباره آن تصمیم گیری کند ایشان اعلام کرد که گزارش آژانس در مورد برنامه هسته ایران بدون نتیجگیری مشخص و قطعی است و سیاه و سفید نخواهد بود عباس اراخچی معاون وزیر خارجه ایران هشدار داد که در صورت ایجاد مشکل در حل و فصل نهایی پرونده ای موضوعات گذشته و حال برنامه هستی ایران اجرای برجام را متوقف خواهد کرد اظهارات مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران باعث ابراز نگرانی گسترده کسانی شد که این اظهارات را به معنی احتمال بسته نشدن پرونده ای موضوعات گذشته و حال برنامه اتمی ایران دانستند کماکان با سایر مطالب ورق میزنم با روزنامه ها و مطالبی که امشب برگزیدیم خبرهای فرامنطقه ای رو پی میگیریم نگاهی میاندازیم که در واقع با ادای احترام باراک اوباما و اولان به جان باختگان واقع تروریزم پاریس بر صد بسیار از رسانه ها جایی داشت به گزارش خبرگزاری فرانسه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به همراه فرانس و اولاند همتای فرانسوی خود دیروز یکشنبه شنبه 29 نوامبر که برای شرکت در نشست جهانی تغییرات آب و هوا به پاریس سفر کرده بود با حضور در محل کنسرت موسیقی باتکلان که منفجر شده بود به قربانیان حملات مرگبار پاریس ادای احترام کرد به گزارش خبرگزاری فرانسه به هنگام بازدید اوباما و فرانسا اولاند از این سالن نیروهای پلیس نیز در این منطقه تدابیر شدید امنیتی رو اعمال کرده بودند در وقت باقی مانده باز با خبر دیگری فرامنطقه‌ای خبرهای فرامنطقه‌ای را با رویدادی دیگر از جهان رنج پناهجویان پی میگیرم که اتحادیه اروپا با ترکیه گویا درباره نحوه کن کردن جریان مهاجران به توافق های رسید طبق این توافق ترکیه 3 میلیارد یورو و برخی مشوقهای های سیاسی خاص دریافت می کند تا در ازای آن کنترل مرزهایش را افزایش دهد و پناهجویان کنونی را در خاک خود نگه دارد از جمله مشوقهای سیاسی این که گفتگوها درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سر گرفته شود داود اغلو نخست وزیر ترکیه پس از سر گرفتن این توافق گفت که این یک روز تاریخی در روابط کشورش با اتحادیه اروپا بوده است طبق این توافق همچنین شهروندان ترکیه می توانند بدون ویزا به کشورهای منطقه شنگن در اروپا سفر کنند رقم میزنم باز با مطلبی دیگر همچنان اروپا و البته این بار ایران حضور سرمایه گذاران ایتالیایی در تهران و وعده برای افزایش خط تولید خودرو در ایران از جمله مهمترین خبرهایی بود که علیرغم تم اقتصادیش اما موضوع و عنوان اصلی بسیاری از روزنامه امروز تهران بود از جمله روزنامه ایران ارگان دولت از حضور 370 سرمایه گذار ایتالیایی در تهران نوشت و در ادامه بررسی مطبوعات امروز ایران جزئیات تازه ای از ماجرای متهم نفتی ایران موسوم به بسیجی اقتصادی که همینک سلطان جعل نام گرفت بر اساس گزارش روزنامه های امروز از جمله روزنامه آفتاب یزد در واقع سلطان جل عنوانی بود که نماینده دادستان در هفدهمین جلسه دادگاه خطاب بابک زنجانی اشاره کرد آفتاب یه از نیم صفحه اصلی شماره امروز رو به ماجره های افشاگری وزیر نفت نفت ایران از فسادهای زنجیری مافیای نفتی از یک سو و همینطور اتهام و تخریب گروه های وابسته به بابک زنجانی و لایه های راست افراتی علیه وزیر نفت در سوی دیگر ماجرا پرداخت و از ارتباط محاکمه بزه منظور بابک زنجانی با تقریب یکی دیگر از شخصیت ها با نام بزه که این بار به بیژن زنگن اشاره داشت پرداخت در این گزارش نسبتا متول آفتاب یزد بررسی کرد که چگونه لایه های صاحب سهم و منفعت در سطوح ساختار سیاسی از بابک زنجانی پشتیبانی می کنند و حمایت می در این گزارش زنگنه با بیمیلی گفت علاقه ندارم درباره باره پولهای بابک زنجانی صحبت کنم. چرا که هر زمانی در این باره سخن گفتم مورد حجمه یک هفته ای قرار گرفتم. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر با تازهترین خبرها و گزارش ها از ایران منطقه و جهان این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دیگر بار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود